خب رسیدیم به بخش آخر این بخش و در این فاصله هر کسی یک دقیقه فرصت خواهد داشت که حرفای خاتمه‌شو بگه یا اینکه اشاره بکنه به حرفایی که کاندیدای دیگه خطاب به اونا گفته شده. آقای بلندی یک دقیقه فرصت. دوستان من از صحبت دوست عزیزم آقای یونس شروع میکنم. به درستی اشاره کردن که مشکلی که باعث ایجاد اختلاف در کامیونیتی میشه بحث سیاسی کار کردن هست. اما سیاست زدگی. من این رو اینجور تعبیر میکنم که ما باید در مسائلی که باعث اختلاف میشه از اونها دوری کنیم که کامیونیتی فراگیر باشه. چند نکته ای که یادداشت کردم رو سریع خدمتتون میگم. مشکل کنگره ما در متدولوژیمون هست. اهداف ممکنه درست باشن و مسیری که به اونها میرسن درست نیست. به عنوان مثال خود هیئت مدیره در درون خودش یک صدای مخالف رو نمیتونه تحمل کنه. بعد ما ادعا میکنیم که باید بتونیم یک جامعه متکثر داشته باشیم. امکان حاصل نخواهد شد. راجع به اون تومار 16,000 نفری صبح بله که در سال ها اگر مطرح شد راجع به اون هم من صحبت خواهم کرد. بله من می‌خواستم بگم بحث تنوع هست مثلا هست که تو سال‌ها اینا مطرح بشه مثلا یه دقیقه آخر رو سیزن که به اتفاقا من برخلاف گفته شما من اشاره کردم که مهمترین کار یکی از مهمترین برنامه‌ها ایجاد یک سیستم علمی با همکاری متخصصین برای جمع‌آوری اطلاعات کافی تو تصمیم‌گیری در مورد منافع ایرانیان کانادا یکی از این دقیقاً برنامه اصلی منه. مسئله دیگه اینه که کنگره ایرانیان پارلمان نیست، منافع اکثریت اصلا معنی نداره. کنگره یعنی جمع اعضا، یعنی شما بتونید جایی که آدم‌ها با هم مخالفن در جاهای مختلف سیاسی، مذهبی، قومی بر سر یک میز برای یک سری منافع مشترک جمعشون کنید و اگر حتی به یک کانسنسس نرسیدین بتونید این رو در واقع این اطلاعات و این دیتا رو معرفی کنید که بر جامعه ایرانی من در با این تعداد اعضا بر سر این مسئله این به نقطه مشترک نمیرسن و این اطلاعاتش هست. من 5 ثانیه از آقای مهدوف موندیم از سو استفاده کنم. من باید بگم که برنامه‌ای که من دارم در واقع این هست که متاسفانه بین جوانان ایرانی خیلی مشکلات روانی، کرایم، اتفاقاتی میفته که واقعا نشون میده که اینا بسیار زیر فشار هستن و هر دلایلی که داره که باید روش تحقیق بشه. من بیشتر سعی دارم که روی برنامه یوت و برنامه منتال هلت کار بکنم و امیدوارم که بتونم موفق بشم. در صورت اون چیزی که داره اتفاق میفته اگر که قرار هست که با هم دیگه همکاری داشته باشیم که من امیدوارم که این اتفاق بیفته به مشارکت واقعی شما احتیاج داریم و امیدوار هستم که تمام اختلاف ها رو بتونیم به یک جایی کنار بزنیم ولی با صداقت. از من پرسیده بودن که شرط مشارکت شما با یا گفتگو با دیگران چی بودم؟ صداقتشونه. یعنی من اگر که کسی که حرفی رو که میزنه در عمل انجام نمیده به نظر من امکان همکاری باش یک کمی سخته. مرسی. شما وقت دارید یه دقیقه وقت دارید که جواب بدید؟ نه، همون یک دقیقه خودتون وقت دارید. خب، اولویت های کنگره بین حالا این چیزایی که در اساسنامه اومده با نشست هایی که با سازمان های مختلف ایرانی کانادایی داره تعیین میشه. این اتفاق دو سال پیش افتاده. من خیلی دوست دارم بتونیم در دوره آینده این برنامه رو داشته باشیم چون که ما نیروهامون و منابعمون محدوده و بین این منابع محدود باید اولویت‌ها رو پیگیری بکنیم. برای همین ما هم دوست دارم که در یکی از اولویت‌های من در بعد از انشالله انتخابم اینه که یه همین جلسه‌ای داشته باشیم. اما من یه 30 ثانیه هم با دوستای جوانی که حالا بعدا ویدیوی ما رو می‌بینن یا اینجا حضور دارن دوست دارم صحبت بکنم.
کامیونیتی ما امروز یک کامیونیتی دیوایدده، یک کامیونیتی غیر متحد هستش و شرایط خوبی نداره. این هم همش نشأت میگیره از دعواهایی که از 30-40 سال پیش اومده، مهاجرت کرده به کانادا و هیچ چیزی نداره. ما اگر برای 20 سال از امروز کامیونیتی متحد میخوایم، امروز باید شروع بکنیم. من هم همونطور که اشاره کردم معتقدم که کامیونیتی باید، این کنگره باید بتونه از تمام فعالیت‌هایی که میتونه در کامیونیتی جدایی ایجاد بکنه پرهیز بکنه و تمرکزش رو روی مسائل مشترک و مسائل قابل حل مشترک بذاره. به همین دلیل هستش که پیشنهاد کردم روی همونطور که گفتن شهروندان ارشد دادن تمرکز کنه، رو دانشجوها تمرکز کنه، همونطور که به درستی خانم خلیلی اشاره کردن رو مشکلات نوجوانان و جوانان ایرانی که اینجا اومدن تمرکز کنه. شما هم فرصت دارین که صحبت اختتامیاتون رو بگیم. منتظر من فقط میخوام در مورد این دفعه توجه حضار جلب بکنم که ما کنگره یک سازمان کانادایی هستش و درسته که ما همه ایرانی هستیم و داریم این سازمان رو اداره میکنیم، ولی نهایتاً کنگره در کشور کانادا هستش و ما بایستی به کشور میزبانمون که در واقع کشور دوممون هست و به قوانینش احترام بگذاریم و بر اساس محیطمون این سازمان رو اداره بکنیم. همونجوری که الان امروز توی فکر میکنم آخر فروردین هست تو ایران و این هوایی که الان امروز هست یک هوای عجیب غریبی هستش، هوایی هستش که اصلا ما تو ایران این سابقه نداره، این هوا رو داریم اینجا تجربه میکنیم، بقیه چیزها هم یک مثال خوبی هست که باید نگاهمون نگاه کانادایی باشه به مسائل، باید به کمیونیتی بزرگ کانادایی احترام بذاریم. مرسی. خیلی ممنون. مرسی آقای باشین تا نوبت سوال جواب باز ممکنه که خواسته باشین جواب بدید. So firstly I want to answer Mehdov's question about how we determined our priority policies. Our priority policies were determined after a series of consultations with public, non-profit, Iranian-Canadian non-profit organizations and community leaders. We actually accomplished all of the priority policies that we set out at the beginning of my term. Furthermore, I really think this idea of a false consensus that Ms. Hadi is endorsing is really dangerous for our community, and it's unfortunately something that the ICC board have tried before, and under Mr. Kahnapur's leadership, and unfortunately during that period the ICC really didn't do much. If you really look at what happened during that time, really not much happened. At the end of the day, every community will have a minority of extremists who will be opposed to the community's, the majority's interests. If you have individuals that are going to the Senate or Parliament talking about how we should have sanctions on Iran and how we should be, that they're okay with bank accounts of Iranians being closed, there is no building consensus with these people. That's it. We have to look out for the majority of the people. Merci. So, from what I understand, Khanum Hadi, you haven't really addressed how yourself or probably your other three colleagues, if you include Mr. Sipir Isfahani on the phone, how you would like to promote the inclusion of women in the ICC and also Canadian society. We see three male parliamentary members, both provincially and federally, but we don't see any female ones. And this is a huge, I feel it as being one of the first Iranian-Canadian candidates, this is a huge barrier that we're facing, and we really need support of the Iranian-Canadian community, and we have to start implementing that now. So I'd really like to hear what you guys would do to actually support women. Thank you. از
آقای محبوبی جان، شما گفتین که سیاسی و سیاست زده خیلی متفاوته. سیاسی بودن یه بحث، سیاست زدگی یه بحثه. سیاست زدگی پیشنهاد آقای اصفهانی بود در جلسه هیئت مدیره با کاندیدا که ایشون میگفتن ما باید گروه های مختلف در کمیته انتخابات استفاده کنیم. ازشون پرسیدم گروه های مختلف چیه؟ گفتن گروه هایی که مخالف جمهوری اسلامی هستن، گروه هایی که موافق جمهوری اسلامی هستن. ایشون سیستم گزینشی رو مثل این که میخوان بیارن و سیستم شفاف سازی از این طریق اداره کنن. و به نظر من این کاری که ما ببینیم کی به چی اعتقاد داره و کی به چی اعتقاد نداره، این غیر کانادایی ترین کاریه که شما میتونید انجام بدین در یه سازمان مثل سازمان کنگره ایرانی کانادایی. چون ایشون خیلی راجع به کانادایی بودن صحبت کردن، من گفتم اینو حتما بگم. و علت اصلی تفرقه در جامعه ایرانی کانادایی همینه که ما نگاه میکنیم ببینیم که طرف به چی اعتقاد داره به چی اعتقاد نداره. و اون چیزی که من اگه وارد کنگره بشم 100% جلوش خواهم گرفت، چون هر کسی با هر عقایدی و بتونه به کنگره خدمت کنه و به جامعه ایرانی کانادایی contribute کنه. That's right.